در این قسمت به چند تا پیغام تلفنی شما گوش خواهیم کرد. تلفن استودیو 201-747-900-2400 است. بله، خواهش میکنم به مطلب روی صفحه هم یه توجهی بفرمایید. بله بفرمایید. الو. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام استاد. سلام، خواهش میکنم. کوثر هستم از تهران. بله خانم کوثر، تلویزیونتون رو خاموش کردین؟ بله. بفرمایید. یه متنی هست واسم خدمتون. بفرمایید. عنوانش هست دید ناظر و دشمن درون. چند وقت هست بر اثر دویدن پای راستم برم کرده. با خودم فکر کردم که دلیل آن چه هست. وقتی دویدن خود را مشاهده کردم، متوجه شدم به این دلیل که کلن عضلات سمت راست بدنم قوی تر از سمت چپ است، ناخودآگاه بیشتر وزنم را بر روی پای راستم می اندازم و این باعث برم کردن آن شده است. بعد با خودم فکر کردم که این به خاطر این هست که من کاملا ناظر و شاهد بدنم در هنگام دویدن نیستم. چون ابیات را تکرار می کنم، در هنگام ورزش فکر می کردم که نمی شود هم کاملا ناظر بدن بود و هم ابیات را با حضور تکرار کرد. ولی وقتی امروز مجبور شدم که ناظر بدنم باشم تا فشار وزنم به طور مساوی بر روی پاهایم تقسیم شود، دیدم این دو کار همزمان هم امکان پذیر است. بعد با خودم فکر کردم این دشمن درون که خروبه است، چطور در هر کاری اگر شاهد و ناظر نباشم تخریب ایجاد می کند. برای دیدن رو بازهتر این دشمن درون به گذشته نگاه می کردم و دیدم بله، هیچ کار خوبی نبوده که انجام دهم مثل همین ورزش کردن و این دشمن هم همزمان با قدرتی برابر خرابکاری نکرده باشد. و این تجربه باعث شد که من دشمن درون را بهتر ببینم و آن را دست کم نگیرم انشاءالله. چون در دیدن این دشمن کمی مشکل دارم و شاید هم خیلی های مشکل را داشته باشند. چون اگر ما این دشمن رو هر لحظه می دیدیم، شاید پای ما نمی لغزید و در کمترین زمان به آزادی می رسیدیم و متوجه می شدیم که خواست آن خواست ما نیست. در خودم دشمن نمی بینی عیان، برای خود را بوده دشمن به جان. دفتر اول بیت 13-22 مصطفی فرمود گر گویم دراز شرح آن دشمن که در جان شماست، زهره های پردلان هم بردرد، نبود ره نفهمه کاری خورد. دفتر دوم بیت 19-11 دشمنی داری چنین در سر خیش، مانع عقل است و خصم جان و خیش. دفتر سوم بیت 40-53 دشمن هرچه دوستانه گویدد، دام دانگر چه زدانه گویدد. گر تو را قندی دهد آن زهر دان، گر به تن لطفی کند آن قهر دان. دفتر اول بیت 11-92 پس به این دشمن درون که ما سالها زیر ستم آن بوده ایم نباید رحم کرد و باید با درد هوشیارانه آن را مورد ظلم قرار داد و زندگی به تله افتاده من را از آن آزاد کنیم که این عین عدل است. ظالم از او بر خود و بر جان خود، ظلم بین که از عدلها گو می برد. دفتر سوم بیت 46-75 باید هر لحظه به خودمان یادآوری کنیم که ما قوه اختیار داریم که الان یک چیز ذهنی را به مرکز آن بیاوریم و با ایجاد مقاومت خودمان را سنگین کنیم و یا با عدم کردن مرکز احساس سبوکی و راحتی کنیم و عنایت هر لحظه زندگی را دریافت کنیم. امر و نهی و خشم و تشریب و عتاب نیست جز مختار را ای پاک چیز. دفتر پنجم بیت 29-73 ولی اگر چیزی را به مرکزمان بیاوریم، این عنایت و رحمت زندگی تبدیل به قهر و درد می شود. نفس و شیطان خواست خود را پیش برد، وان عنایت قهر گشت و خورد و مرد. دفتر پنجم بیت 21-19 و اگر این دشمن درون بر اثر خماری یک همانیدگی سر و صدا راه می اندازد، مطلقا شاهد و ناظر باشیم و با فضا گشایی بگوییم که من تو نیستم تا به سمت آن چیز کشیده نشویم. شاهد مطلق بود در هر نزاع، بشکند گفتش خمار هر صدا. نام حق عدل است و شاهد آن اوست، شاهد عدل است در چشم دوست. دفتر ششم بیت 28-80 همانطور که خیال یار به دل ما می آید. یه اتصالی داره تلفن شما خانم کوثر، ببینید چیکار میتونیم بکنیم. بعضی موقع ها
صدا بلند میشه، اتفاقا خوبه بلند بشه، ولی گرفته میاد صداتون. بله الان چطور هست دوست؟ الان خوبه. همانطور که خیال یار به دل ما می آید، باید خیال این دشمن درونی هم هر لحظه در نظر ما باشد، تا این دو خیال به ما دو بالی از خوف و رجا بدهد، تا بتوانیم از وسوسه این من ذهنی که در صحنه مبارزه این دنیا هر لحظه می خواهد چیزی را در چشم ما ارزشمند یا خوشایند جلوه دهد و با آوردن آن به مرکز و ایجاد استرس و اضطراب و غیر کند، جان سالم به درد داریم. و این عذاب که خوشی گرفتن از چیزهای ذهنی و زودگذر و در نتیجه اشباع نشدن است، در ما تحمیل نشود که این کار باعث کاهش جان ما می شود. ولی اگر مرکز ما عدم بماند، جان ما هر لحظه افزایش می‌یابد و حیات در ما مجزنان می گردد. چطور لحظه کان ندارد، چطور جان جهان ندارد، که جهان کاهش است این و تو جان جان فضایی. به غلاف خود برونا که تو تیغ آفتابی، به کمین کان برونا که تو نقد بد سوایی. شکری شکرفشان کن که تو قند نوشقندی، به نواز نای دولت که از این خوشنوایی. دیوان شمس غزل 28-40. ممنونم استاد. خواهش میکنم، خیلی زیبا. خداحافظی میکنم با تو. خدا نگهدار. بفرمایید. سلام آقای شهبازی. سلام علیکم. تلویزیونتون رو خاموش کنیم بی زحمت. بله بله. چشم که شعر ترنگی زد، خاطر که حزین باشد، یک نکت از این معنی گفتیم و حزین باشد. از لعل تو گریابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر و نگین باشد. غمناک نباید بود از تن حسود آی دل، شاید که تو وابینی خیر تو در این باشد. هر کو نکند فهمی زین کلی خیال انگیز، نخشش به حرام ار خود صورت گرچین باشد. جامعه می و خون دل هر یک به کسی دادن، در دایره قسمت اوضاع و چنین باشد. در کار گلاب و گل کار ازلی این بود، کیم شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کیم سابقه پیشین تا روز پسین باشد. آقای شهبازی معنیشم دارم، اگر اجازه بفرمایید معنی این شعر رو بگم. بفرمایید. کی شعر ترانگیزد، حافظ میگه پس خاطر ما کی شعر تر میگه، کی شعر تر میآمیزه، کی میتونیم در بیرون کارساز باشیم که نیستیم. ما اگر درد رو در درون خشمگین باشیم، نمیتونیم در بیرون اثر گذار باشیم. اثر انرژی نمیتونیم اثر گذار باشیم، انرژی پخش کنیم. ما برای اثرگذاری در بیرون نباید غمگین باشیم، اگر باشیم نمیتونیم انرژی مثبت پخش کنیم. چاره این نداریم جز این که به هوشیاری حضور برسیم. از لعلی تو گر یابم انگشتری زنها، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. قدیم ها پادشاه ها انگشتری دست می کردن که در امان باشن، که می گفتن این انگشتری امن منه.
اگر برداریم در امان نیستیم. فضای پذیرش این لحظه همان انگشتری است. غمناک نباید بود از طعن حسودایده، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. بیشتر مردم حسودن. آدم حسود نمیتونه چیزهای مردم رو ببینه، چون آدم حسود میخواد که بیشتر از دیگران باشه. حافظ میگه غمناک نباشید، چون باید شعر تر بگیم. اگر غمناک باشیم نمیتونیم شعر تر بگیم. شاید که وابینی خیر تو در این باشد، وقتی حسود تنه میزنه تو میتونی، تو متوجه کارت میشی. از تنه حسود نگران نباش، که فهمی که تو رو به فضا نزدیکتر میکنه. اگر ما در فضای یکتایی باشیم خوشحال میشیم. اگر بهمون بگن تو این عیبو داری، دیگه ما ناراحت نمیشیم. هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. حافظ میگه هر کسی از این قلم زندگی نقاشی نمیتونه بکنه، نقشش حرام باشه، حتی اگر صورتگر چین باشه. ما باید به حضور برسیم. اگر غم داشته باشیم نمیتونیم بیافرینیم، نقشمون حرام است. حافظ میگه ما باید انقدر شاد باشیم تا بتونیم بیافرینیم. من ذهنی ما هم میافرینه. چی؟ درد. دانشمند خیلی تلاش میکنه، درس خونده، ولی با من ذهنی که بمب اتم بسازه که رو مردم بریزه، مردم رو بکشه. خب ما چقدر من ذهنی داریم؟ مولانا و حافظ هم تلاش کردن که جهان رو آبادان کنن، که مردم رو از من ذهنیشون نجات بدن. جام می و خون دل هر یک به کسی دادن، در دایره قسمت اوضاع و چنین باشد. کسی که من ذهنی داره همش خون دل میخوره. میگه تو در این لحظه حاضر باش، حتی اگر 1% به دیداری برسی، داری در خدا رو میکوبی و جواب میشنوی. نباید عجله کنیم که زود به بیداری برسیم. باید قانون مزرعه رو انجام بدیم. باید صبر کنید. در دایره قسمت اینجا مولانا میگه هرچی که لیاقت ما باشه چقدر تسلیم میشیم و چقدر موازی هستیم با زندگی. در کار گلاب و گل کار ازلی این بود که این شاهد بازاری آن پرده نشین باشد. گلاب و گل با هم کار میکنن، که حکم ازلی اینه که ظاهر گل رو میبینیم، توی گل رو نمیبینیم که از چه لطافتی برخورداره. درون ما هم لطافتی هست که پرده نشینه، کسی نمیبینه بوی خوش ما رو. ما نور زنده کننده است. اصل لطافت که گل رو به وجود میاره. اگر لطافت نباشه گل به وجود نمیاد. وقتی که ما من ذهنیمون رو میاندازیم سازنده میشیم. بله. آنیست حافظ را رندی. ببخشید بیت رو دوباره بخونید. در کار گلاب و گل. در کار گلاب و گل کار ازلی این بود. به نظرم حکم ازلی هست نیز؟ ببخشید. حکم ازلی بله. حکم ازلی این بود. کیم شاهد بازاری بان پرده نشین باشد. بله. آن نیست که حافظ را رندی بشد از حافظ، کیم سابق پیشین تا روز پسین باشد. بشد از خاطر. یه بار دیگه بخونید. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر. خاطر بله. این سابقه پیشین تا روز پسین باشد. حافظ از رندی خارج نشد، یعنی آزادگی. حافظ میگه اول هوشیارانه خودم رو از من ذهنی روندم و به رندی رسیدم. آزادی انسان از روز ازل بوده است. این آزادگی و این رندی از یاد هیچ کس نرفته است، که اصل ما آزادی است. خیلی خوب.
عالی 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 بله میدونم. خواهش من خیلی اشتباه داشتم، خیلی از بخواهم نه یکی داشتم اب نداره فقط یکی دو کلمه. آقای شعبازی خیلی سواد آنچنانی ندارم ولی خب خیلی عالی بود که اگه اشتباه خوندم باید ببخشید. نه مخصوصا اون بیت خیلی سخت بود، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود. خیلی خوب معنی کردیم، ممنونم از شما. تشکر. آقای شهبازی من شهین هستم از تهران، 75 سالمه. ماشالله ماشالله ماشالله. و الان تقریبا میخوام تقریبا 10 سالی میشه که من به این برنامه گوش میکنم. آقای شهبازی اگر من بخوام تجربیاتم رو بگم، معجزات این برنامه رو بگم تو زندگیم، باید یک کتاب بنویسم. یعنی اینقدر که من حالم خوبه آقای شهبازی، اینقدر که من حالم خوبه. یه بار اینم تو کدوم برنامه بود که گفتم من 5 بار شکمم رو عمل کردم، 5 بار من شکمم، ولی 2 تا معجزه تو این برنامه دیدم آقای شهبازی که اجازه ندادم دیگه دکتر رو من عملم بکنن. ولی چون وقت برنامه رو میگیرم ایشالا تو برنامه های بعدی من این دوتا معجزه رو میگم، اگه میشه بگم، اگر که نه باشه تو برنامه های بعدی چون نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم. چون واقعا خیلی برام آقای شهبازی خیلی خوب عالی بود و خیلی یک معجزه خیلی خیلی که من میخواستم 6th بارم برم زیر تیغ جراحی، ولی با کمک این برنامه، با شعرهای مولانا، با چیزهایی که یاد گرفته بودم اجازه ندادم و نرفتم و نگفتم، گفتم من عمل نمی کنم. به من گفتن مسئولیتی که قبول میکنه، گفتم آره. یه چیزی آقای شهبازی از درون به من میگفتش که بگو نه. خدا آخه این چی به من میگه بگو نه؟ گفتم نه من عمل نمی کنم. به مرسی من می بردن بیمارستان های شعبازی، به مرسی که من وارد بیمارستان می شدم لوله هایی که بود که از بدن من رد می کردن، من رفتم این لوله ها رو رد کردن، اومدم به من گفتن که تو باید عمل کنی، شما خانم سابقت این اینجوری اینا دیگه اینقدر عمل کردی، شما لوله ها چسبندگی پیدا کردی باید باز عمل کنی. گفتم من عمل نمی کنم. خانم مسئولیت شو قبول می کنی؟ گفتم آره. آقای شهبازی من 3 روز بیمارستان خوابیدم اومدم بیرون. آقای شهبازی یعنی یه چیزی که اصلا نمیتونست کسی باور کنه، بچه های خودم باور نمیکردن، گفتن مگه میشه همچین چیزی؟ آخه تو چرا میگفتی نه؟ آخه روده های تو چسبندگی تو باید عمل. گفتم نه من فکر میکنم اون عملایم که کردم بی خودی بوده. آقای شهبازی من کمتر از 2 ماه من هر دفعه بیمارستان نمیخوابیدم، من 3 روز بیمارستان خوابیدم، 3 روز. یه باری دیگه آقای شهبازی میدم درد گرفتش، خودم تنها بودم خونه، شکممو گرفتم رفتم بیمارستان، رفتم قسمت پذیر اورژانس، گفتم آقا من میدم اینجوری ناراحت اینو پروندم نگاه کن، خب باید بستری بشین حمله بود. گفتم من حمله ندارم، من خودم اومدم، من همراه ندارم. به هیچ کس نگفتم آقای شهبازی. اون خلصداهای من ذهنی که از بیرون قبل این برنامه داشتم اصلا نداشتم. آقای شهبازی من شکمم رو گرفته بودم تو این بیمارستان را میرفتم، هی حس میکردم که داره شکمم خوب میشه، داره دردش ساکت میشه. به من گفت دکتر تو اتاق عمل 3-4 ساعت طول میکشه تا بیاد بیرون. گفتم که خب صبر میکنم دیگه، من الان بیمارستان، هر اتفاقی هم که بیفته بیمارستانم دیگه. آقای شهبازی همش حس میکردم که یه نیروی از درون به من که نترس، هیچی نیست، نترس، خوب میشی، هیچ ناراحت نباش. اصلا یه حالی خوبی داشتم آقای شهبازی. خدا رو دارم میگم اون چه بدنم سیخ میشه، اصلا حالم یک جوری میشه آقای شهبازی. خدا شاید همیشه نوری از داریم به من میگفت نترس، هیچ نیست، ناراحت نباش. اصلا میخواستم پرواز کنم تو بیمارستان، خبر نداشت از این موضوع که من اومدم، دردی که من هر دفعه میومدم بیمارستان من میخوابوندن با اون اوضاع و احوال اون برنامه ها و اینها. ولی آقای شهبازی
من این معجزه را از این برنامه دیدم. آفرین. این بیت‌ها را شما میخونید نه زیاد میخونید؟ بیت‌های مولانا را میخونید نیست؟ بله آقای شهبازی، من روزی دو تا بیت حفظ میکنم. من روزی دو تا بیت، اولا که من از آقای شهبازی از برنامه هزار به بعد من اصلا زیرورو شدم. 10 سال دارن برنامه دارن. اصلا برنامه هزار به بعد من اصلا نمیدونم چه چیکار کرده به من آقای شهبازی. این تکرارا، این برنامه ها، یکی از یکی بهتر، یکی از یکی عالی‌تر، یکی از یکی عمق‌دارتر، یکی به شما و مولانا. آقای شهبازی اصلا نمیدونم، اینقدر شادم، اینقدر خوشحالم تو زندگی. اصلا همسنان خودم رو میبینم میگم خدایا یعنی چی؟ یعنی من مثل جوونی 20 ساله دارم زندگی میکنم، راه میرم زندگی میکنم. آخه مگه میشه همچین چیزی؟ همسنان خودم میبینم همه درد دارن آقای شهبازی، همه پاشونه، کمرشونه، تو خونه افتادن، بچه هاشون دارن ازشون نگه دارن، ولی من نه، من خودمم آقای شهبازی. هیچ کارم به هیچ کس نمیگم، تمام کارم خودم انجام میدم. آفره. تمام مسئولیتم خودم قبول میکنم. از صبح تا شب آقایش اصلا بچه ها میگن خدایی مامان چیکار میکنی؟ هیچ وقت خونه نیستین. مامان تو کجا میری؟ گفتم میرم بیرون دنبال کارا. میرم دنبال کارا. من تمام کارهای بانکیم آقای شهبازی خودم انجام میدم. من یه وظیفه بگیرم، من وظیفه بگیر پدرم هستم. یه خونه 70 متری دارم اجاره ای. آقای شهبازی به خدا عشق میکنم. این خونه برای من کاخه. این زندگی که مال 30 سال پیشی برای من این زندگی نوع جوون خوشدله. آفرین. آقای شهبازی من هر چی دارم مدیون این برنامه، هر چی دارم از این برنامه دارم. من اگر این برنامه رو نمیدیدم الان یک آدمی که میبینم امثاله میبینم، من بدتر از اونا بودم، چون من یک ذهن خرابی داشتم که خدا میدونه. آقای شهبازی هر جا میرفتم خرابکاری میکردم، هر کی میومد خرابکاری میکردم. خراب بود این ذهن من، خدا میدونی چه خرابی بودین، چه خرابکاریایی میکرد، چه آتیشی به پا میکرد. الان اصلا نمیدونم چه میار شهبازی، از شادی، از خوشحالی درون همش. شما میگفتید خوشحالی بی سبب. خدا خوشحالی بی سبب چی آقا شهبازی میگه؟ من خوشحالی بی سبب الان میبینم، وای خدایا من چرا اینقدر خوشحالم؟ من اصلا ناراحت هیچی نیستم، ولی چرا من خوشحالم؟ همش میخوام بخندم، همش میخوام برقصم. با خدا عشق میکنم آقای شهبازی، با خدا عشق میکنم. میگم خدا جو قربونت برم، من امروز حالم خوبه، امروز میخوام باهات حال کنم، امروز میخوام باهات عشق کنم. اشتباه میکنم میگم ببین خدا جو من امروز اشتباه کردم، میدونم میبخشی دیگه، من امروز اشتباه کردم، ولی سعی میکنم نکنم دیگه اشتباه، چون قرار نیستش که من اشتباهات گذشتم رو تکرار کنم. من باید به پرویز شهبازی، به مولانا، من مدیونم به اینا، من باید خودم رو تغییر بدم. من دیگه اون شهین قبلی نباید باشم، من باید شهینی باشم که مولانا میخواد، خدا میخواد، گنج حضور میخواد. من باید اینا باشم دیگه. من باید تمام اشتباهات گذاشتم و بریزم دور، منای ذهنی رو بریزم دور، همانی دیگه اینا. ولی الان یاد گرفتم تو این برنامه 2016 که باید با من ذهنی با احترام حرف بزنم. آقای شهبازی میخوام سنگور باشم دیگه، میخوام تو مسجد باشم، از مسجد بیرون نیام، میخوام من ذهنی رو خشکش کنم، میخوام اینقدر بمونم تا من ذهنی خشک بشه، تا به اون چیزی که میخوام، به اون آرامش درونی، به اون اصل خودم برسم. آقای شهبازی آفرین. این سنگور کم نبود، ما این داستان سنگور کم نبود آقای شهبازی، بی نظیر بود، بی نظیر. این مولانا چه کرده؟ این مولانا چه میکنه؟ شما چه میکنی آقای شهبازی؟ قربون اون شکلت برم، دعا
بلشی خوبم. خواهش میکنم. شما چی میکنی؟ این مولانا چی کرده با ما؟ چی تو ما نمیدونستیم یه همچین گنجی داریم آقای شهبازی؟ چی تو نمیدونستیم که یک همچین گنج گرانبهایی داشتیم؟ قربون شکلت برم که تو این گنج رو به ما نشون دادی. خواهش میکنم. و اینجا ما نمیدونستیم، ما هنوزم از مولانا هیچی نمیدونستیم. خدایا شکرت میکنم، همش به خدا میگم خدایا شکرت که مولانا رو دارم، تو رو دارم، گنج حضور رو دارم، این دوستای گنج حضوری رو دارم، آقای شهبازی رو دارم که دنیا این چی بود تو به ما معرفی، این چی بود واقعا؟ اصلا این شهبازی اگه نبود من کجا میتونستم الان حالم اینقدر خوب باشه؟ آقای شهبازی بود که این برنامه رو به من نشون داد که من بیام این برنامه رو گوش بکنم که بفهمم خودم رو، بشناسم خودم رو که من چی بودم الان چی هستم. اصلا حال میکنم آقای شهبازی با خودم، با اطرافیانم. آقای شهبازی چقدر خوب حرف میزنم. من 3-4 روز رفته بودم یه جا مهمونی، آقای شهبازی غیر این برنامه، قبل این برنامه امکان نداشت من برنامه رو، اون مهمونی رو به هم نزنم، امکان نداشت همه رو به هم نریزم. آقای شهبازی من 3 روز تو اون برنامه بودم، تو این مهمونی بودم، شبانه روز با هم بودیم، اینقدر عالی بود. ولی من حواسم رو خودم بود آقای شهبازی. من حواسم رو خودم بود، چون من اونا که عوض نشده بودن، که اونا همون آدم ها بودن، ولی من داشتم رو خودم کار میکردم. من گنج حضوری هستم، من دارم رو خودم کار میکنم، من بیتای مولانا رو میخونم. بله، تلفن شهین خانم قطع شد، ولی خیلی جالب بود تلفنشون، خیلی شگفت انگیز بود. بفرمایید. الو، سلام. سلام، خواهش میکنم. خسته نباشید استاد. خواهش میکنم. مهتاب هستم از تهران. خانم مهتاب، بله، خواهش میکنم، بفرمایید. بله، سلامت باشید. ممنون از این برنامه خوبتون. با اجازتون میخواستم یه مطلبی رو به اشتراک بذارم با دوستان. خیلی به برنامه امروز نزدیک بود. من مدت 8 سالیه که به این برنامه گوش میدم. همیشه قانونهایی رو که حضرت مولانا به وسیله شما گفتن خب انجام میدادن. بعد خیلی از درون که بهتر شدم، چقدر دردام میدیشتم، اصلا یک انسان دیگه شدم، چون همیشه اصلا زندگی من فقط به پول دادن میدیشت. خیلی بهتر شدم، بیرونم هم تغییر کرد. بعد متاسفانه با همین تغییراتی که در بیرون انجام شد من هم هویت شدم، یعنی با همین شرایطی که زندگی از توی رحمت اندر رحمت برای من به وجود آورد، من هم هویت شدم و جون شد که از همین در این شیطان وارد شد. بعد وقتی من هم هویت شدم، علائمی که به من نشون میده زندگی که تو داری برمیگردی به کارهای قبلی، یکی میگه که خوابهای بد میدیدم. من فقط میخوام مثلا به دوستان به اشتراک بذارم که علامتهایی رو که به ما نشون میده که ما داریم از من ذهنی قوی تری میشیم. یکی خوابهای آشفته میدیدم. دومی که خیلی عجیب بود، منهای ذهنی اصلا توی این مدت 8 سال کم کم از من دور شده بودم و من دوستای مثل خودم رو پیدا کرده بودم. البته بیشتر به مولانا و کتابهای شما و استاد زمانی هستن. خیلی جالب بود، من این زهی به خونه که زنگ می زدم، من با من کار نداشتم، با بقیه اعضا که می خواستن صحبت، من این احساس شرفی تو وجودم به وجود می آمد. یعنی اینقدر این قانون جذب دارم و می گیره، جوری که اصلا می دارم کشت گوشی هم بدم به من، با منم صحبت بکنم. سوم این بود که اصلا حالت تقلید در من بیدار شد. من هم مثل بقیه شروع می‌کردم به پرحرفی کردن و حتی به جایی رسیده بود که به خودم جرأت می‌دادم بقیه رو هم عوض بکنم، بهشون توصیه‌هایی رو بکنم، بگم اینجوری اونجوری، یعنی داشتم اینجوری دیگه پیش می‌رفتم. بعد یه چیز دیگه که خیلی برای من جالب بود، به سمت برنامه‌های تلویزیونی کشیده شده بودم. من مدت ها تلویزیون رو گذاشتم کنار.
ولی این دران میگفتش که ببین یا مستند ببین ببین مستند و چقدر خوبه به عظمت خدا پی میبره. از همین جا این منو آورد با این پندار کمالی که در من به وجود آورده بود به سمت خبرهای درستا. حضرت مولانا میفرمایند از سر از دل و از دیده از بس خون رود تازه تو این موجبی بیرون رود. بعد شروع شد درده جسمی رو که من قبلا داشتم و به مرور زمان اصلا تماما از بین رفته بود یکشون ظاهر شد. این درد در من که به وجود اومد خیلی برام عجیب بود، حتی تو آینه خودم حس می‌کردم اصلا پوستم داره تیره میشه، از این حالت شادابی دارم خارج میشم. تمام اینها از انخیری من بود. امروزم شما تو برنامه فرمودید علت ابنی انخیری بودن. این مرض در نفس هر مخلوق هست. در منم بالا اومد، تمام اون دردایی رو که من حس میکردم در من خوش شده قشنگ بالا بود از همه دردی. بعد خیلی برام جالب بود تو عرض یک ماه پیش اومد رسیدم به زمانی که باید قانون جبران مادی رو مالی رو که وظیفه‌مو انجام بدم. یه چیزی تو سرم بالا دیر نمیشه دیرست دیگه انجام میدی موردی نداره. اصلا باور نمی کنم استاد این که گفت من تو پیامان تلفنی از دوستان شنیده بودم که به اینجا که می رسیم یعنی دیگه کارم تمامه. از ترس هم نشستم گوشی رو برداشتم که واریز کنم از طریق اینترنتی و تراکنش ناموفق. رفتم بیرون از آبربانک امتحان کردم راحت انجام شد اومدم خونه. من متوجه شدم توی این مدت از همین پندار کمال من که چقدر این فریدونا اومد بالا به من نشون داد زندگی که تو تا آخر عمره باید کار بکنی، شاید تا آخر عمرت هم اینو خوش نشه، باید تا آخر عمرت کار بکنی چون در تک جو هست زندگی نیست ها در چه جور صافی نماید مرسورا. و خیلی جالب خودم این همه مشکل داشتم حواسم رو به بقیه میدادم از همین فقط انخیری من. من این کار انجام دادم قانونو اومدم خونه واقعا فهمیدم که مست من زنی بودم این مدت و تمام این نیرویی که زندگی به من کمک میکرد باور این کنه استاد من قبلا یه منتو نمیتونستم تنها بخرم، هیچ کار اداری رو نمیتونستم انجام بدم، یک چوب خشک بودم. با نیروی زندگی که این قدرت رو به وجود آورده بودم که همه تعجب میکنن چون تو خونه هیچی منو تحسین به این کار نمیکنه، همه فقط تعجب میکنه، من همین تعجب اطرافیان نوعی تحسین پیدا میکردم که ببین چرا من این رومن شدم. بعد این به من همین انخیری رو داد که شیطون شدم باشم، یک ابلیس کامل. اومدم خونه دوباره از این شروع کردم و خیلی جالب بود. من حالا وقتی زیاد نگیرم، وقتی اومدم خونه این کار انجام بدم قانون جبران مادی رو اومدم خونه اصلا باور این کنه و سریع رفت سرای تریف بخانی که سر من اومد که میگفتش که تو هم بیا چهارشنبه ها برنامه رو زنده گوش بده. من قبلا توی یکی از پیام های تلفنی تریف بخانی اومدن گفتن البته با استناد به یه غزل مولانا من شماره برنامه فراموشم شده یادم که میگفتن ما همه مثل یک رودخونه هستیم باید با هم باشیم به برنامه زنده پیش بریم تا به این دریای هدفمون مقصودمون برسیم. من امروز بعد از 8 سال اولین باره که برنامه زنده رو گوش میدم چون همیشه میگفتم من باید مرتب بنویسم رنگ و رنگ بنویسم دور نکته های مهم رو خط بکشم چون بقیه برنامه ها رو دقیقا همینجور گوش میدم دونه دونه نکته های مهمی در میارم دورش رو خط میکشم. و یک چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که مثلا توی برنامه یاد گرفتم ترک همه فایده ها در عشق فایده است، ترک همه فواید در عشق فایده است و مهمترینش همین پندار کماله.
من خواستم اینو فقط حالا وقت من تموم شد با دوستان در اشتراک بذارم، شما که به درد دوستان بخوره. خیلی ممنون از شما، خیلی زحمت میکشید، شما که همیشه سلامت باشید. به همچنین خواهش میکنم، ممنونم از شما. بله بله سلامت باشید. از این سود ببخشید، من یه مطلبی رو بگم به سلام به همه عزیزان. من نمیدونم اختلاف این شبکه اینترنته یا توی این اپایی که ما اینترنتی میخواییم واریز کنیم، چون من از چند نفر دیدم شنیدم وقتی میخواییم واریز کارت گنج و حضور بکنیم میزنی تراکنش ناموفق و نمیشه به این شماره کارت پول واریز کرد. شماره کارت تغییر نکرده، از آبربانک هایی که همه جا هست خیلی راحت میشه این کار را انجام داد. ما هم که حداقل 4-5 روز بیرون در هفته میریم دیگه، اول استفاده میشه این کار خیلی راحت انجام داد، ولی اینترنتی شاید بزنه که نمیشه. خیلی خوب خیلی خوب، ممنونم از شما. بله. باهاتون خداحافظی کنم. سلامت باشین، ممنون از شما. خداحافظ. بله. سلامت باشین، خداحافظ. گنج حضور.